آریان، مهمترین خبری که در یک ساعت گذشته بوده آزادی دو تن از گروگان‌هایی است که در دست حماس بودند بعد از حمله 15 مهر. یک پدر و دختر آمریکایی اسرائیلی تبار آزاد شدند از سوی شاخه نظامی حماس، یعنی گروه عزت‌الدین قسام این دو نفر رو آزاد کرده. به نوعی برخی تحلیل می‌کنند که این نشانه است از تمایل گروه حماس برای در واقع اون چیزی که پیشتر غیر رسمی اعلام شده بود که حماس مایل هست با این شرایطی که به وجود آمده در ازای آزادی گروگان‌ها آتش بس برقرار بشه. اسرائیل هنوز واکنشی به این درخواست نداده. همونطور که اشاره کردی، وزیر دفاع اسرائیل ساعتی پیش خیلی محکم تأکید کرد که هدف از بین بردن حماس در نوار غزه است. آنچه که ما میدونیم اینه که هر چه که میگذره احتمال حمله در واقع زمینی به غزه افزایش پیدا میکنه. پیشتر هفته پیش این موضوع مطرح شد و رسانه ها میگن دلیل تأخیرش دو موضوع است. یکی اینکه چطور ارتش اسرائیل بتونه در منطقه شمالی غزه، شهر غزه و اطرافش عملیات رو پیش ببره، و مسئله دوم بحث واکنش جهانی و رایزنی های بین المللی است. مشخص نیست در دیدار بنیامین نتانیاهو با رهبران کشورهای غربی که از جو بایدن تا نخست وزیر بریتانیا این هفته در تل آویو بودند چه جوابی گرفته، اما برخی احتمال این حمله نظامی زمینی رو زیاد میدونند. اما از اون طرف هم جمهوری اسلامی هفته پیش هشدار داده بود که عملیات نظامی زمینی اسرائیل در غزه میتونه به گشوده شدن جبهه‌های جدید در جنگ با اسرائیل بیانجامه. هنوز جبهه جدیدی باز نشده، اما میتونیم بگیم که در مرز شمالی تنش بسیار زیاده. اسرائیل به خاطر حملات جست و گریخته حزب الله یکی از شهرهای شمالی خودش رو دستور تخلیه داده، و از طرف دیگر دیروز شنیدیم که وزارت دفاع ایالات متحده تایید کرد که در واقع سه موشک و یک پهپاد که احتمالاً از طرف حوثی‌های یمن به سمت اسرائیل شلیک شده بود در دریای سرخ منهدم شد. همه اینها نشونه از این هست که تلاش‌هایی داره صورت می‌گیره از سوی در واقع متحدان جمهوری اسلامی و حماس برای اینکه عملاً فشار رو بر دولت اسرائیل اضافه کنن تا دست به اون عملیات نظامی زمینی در نوار غزه نزنه.